درود به شما براندازهای عزیز. خامنه ای در آخرین روزهای عمرش حامیان جدیدی در ایران پیدا کرده. کسانی که مدعی هستند برای خامنه ای جونشونم میدن. ادعایی که برای من یکی اصلا قابل باور نیست. برای شما چطور؟ سید علی پشتتی. سید علی ما تا آخر پشتتی. تا وقتی که رئیس جمهور اسرائیل به پاد نفته به غلط کردن نفته ما پشتتی. ما افغانستانی تو ذاتمون نیست. نونا به اون کشور بخوریم تو اون کشور زندگی کنیم بی تفاوت بشیم. آره سید علی. زنده باد جمهوری اسلامی، زنده باد سید علی. این که هنوزم هستن یه عده ارزشی که به خاطر حضور گسترده افغانستانی ها در مراسم دفن ابراهیم رئیسی حرف از رفراندوم میزنن خیلی عجیبه. ما مخالفین جمهوری اسلامی بارها ثابت کردیم که بیش از 90% مردم ایران رو تشکیل میده. اصلا رفراندوم ما یه ویدیوی ساده از یه ماشین خیلی ساده است که فقط به خاطر شادی مردم از مرگ شما جنایتکاران میلیون ها بار در فضای مجازی مورد بازدید قرار گرفته. خط تولید خیلی باحاله، کتلت‌های گوشت همچین کتلت. فکر میکنم خلاصه وضعیت همستر و تلاش میلیون ها نفر برای رسیدن به پول واقعی از طریق این بازی رو رضا رشیدپور گفته. رشیدپور نوشته جوان اگر بتواند کاری پیدا کند در حالت خوب حقوقی بین 10 تا 15 میلیون تومان دریافت خواهد کرد. پس برای او از بیهودگی همستر و غیره سخنوری نکنید. عقلش بیشتر از ماست ولی وقتی راه امکان بسته باشد وهم احتمال غالب میشود. اما مهمترین سوال این روزها در ایران اینه که آیا احمدی نژاد توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشه یا خیر؟ احمدی نژاد کسیه که خودش مؤسس گشتای ارشاده یا حداقل هیچ مقاومتی در مقابل تأسیس گشتای ارشاد در زمان ریاست جمهوریش نداشته، اما وقتی خودش به رأی مردم نیاز داره این صحبت‌ها توسط طرفدارانش در فضای مجازی منتشر میشه. بذارید اینم بگم، چند وقت پیش من تلویزیون که صحبت می‌کرد گفت یعنی چی میگید که در پوشش مردم آزادن؟ حدش کجاست؟ شاید مردم خان لخت بیان تو خیابون. این چقدر توهین میکنه به مردم. ما قبل از انقلاب هم بودیم، مردم لخت اومدن. الان در ترکیه، پاکستان، عراق حجاب آزاده، مردم لخت میان بیرون. آقا آزادی بدیم مردم میرن فساد میکنن. خب به شما چه ربطی داره اولا؟ بچه مردم توهین میکنی. میگن کافر همه را به کیش خود بندازن. روزی به شما چه ربطی داره کی شما رو مأمور کرده کنترلش کنی؟ حکومت‌ها خودشون مسئول کنترل مردم میدونن، یعنی محدود کردن آزادی مردم. و این غلطه. فساد از اینجاست. چقدر فجایع اتفاق میفته در همین کنترل. آخه کی گفته شما کنترل کنی؟ آخه کی گفته شما صالحه به کنترلی؟ کی گفته کنترل شما مفیده؟ بعد کی گفته در کنترل‌های شما فسادهای عجیب غریب اتفاق نمیفته؟ خب بعد حالا خود شما کی میخواد کنترل کنه؟ بعد اون کنترل کننده کی کنترل کنه؟ مهمترین سوالی هم که فعلا از سخنگوی شورای نگهبان پرسیده میشه همین سواله که آیا امکان تایید صلاحیت احمدی نژاد وجود داره یا خیر. هرچند جنتی امروز نظر نهایی خودش رو درباره احمدی نژاد اعلام کرده. کسایی که مثلا دوره قبل صلاحیتشون احراز شده یا نشده، احتمال داره مثلا این دوره تغییر کنه یا نه؟ ممکنه بالاخره ابهاماتی نسبت به اون فرد وجود داشته یا مواردی وجود داشته باشه برطرف شده باشه یا ترکیب خود اعضا تغییر کرده باشه یا اعضا قبلی هم ممکنه بالاخره با اطلاعات جدیدی که به دست اومده باشه. لذا عرضم اینه که به دلایل مختلف بالاخره ما در هر دوره بررسی صلاحیت رو نسبت به اشخاص داریم و در هر انتخاباتی یک کسی برای انتخابات مجلس آمده، الان برای ریاست جمهوری میاد. لذا هر دوتاش امکان پذیر هست. لازمه بدونیم که هر کسی که توسط شورای نگهبان رد صلاحیت بشه حق هیچ گونه اعتراضی نداره و اعتراض به نظر شورای نگهبان طبق قانون جرمه و پیگرد قانونی داره. فرصت اعتراض دارن نه دکتر؟ در این در حقیقت بازه‌ای که اشاره کردم اعتراض لحاظ نمیشه، یعنی در قانون هم اعتراضی به بررسی صلاحیت ها نیامده. در این که آیا در شرایط قرار بگیره یه بحث دیگه است، آیا در بعد از انتخابات نسبت به اعلام نتایج اعتراض داشته باشه اون در قانون هست، ولی در خود این فرایند نخیر. یعنی بعد از 22 که اسامی اعلام میشه دیگه اعتراضی وجود نداره، نمیتونه اعتراضی وجود. بسیار عالی. اما بالاخره نظر شورای نگهبان و البته شخص جنتی درباره احمدی نژاد هم اعلام شده. طبق گزارش خبرگزاری آزادی که بنابر اعلام یه منبع موثق این خبر رو اعلام کرده،
در جلسه امروز شورای نگهبان جنتی درباره احمدی نژاد اظهار نظر خیلی عجیبی کرده و گفته حسب فرمایش رهبری مبنی بر اینکه پرونده احمدی نژاد کلن بررسی نشود بنا نداشتم در مورد این شخص در شورا بحثی کنم. از طرفی مدارک و مستندات و دلایل برای عدم صلاحیت این شخص آنقدر زیاد است که جای هیچ بحثی را هم باقی نمی‌گذارد. اما امروز برادران تصویری از مجالست این فرد با زنان بی‌حجاب ایرانی را به ما نشان دادند که تا چند دقیقه مرا به بهت و حیرت و سکوت فرو برد و منقلب شدم. این شخص نه تنها این زنان مکشفه را امر معروف نکرده بلکه بدون رعایت اصول شرعی با این زنان عکس گرفته است. همین عکس‌ها برای رد صلاحیت او کفایت می‌کند. جالب اینجاست که گویا جنتی تا امروز عکسایی رو که احمدی نژاد با دخترای آزادپوشی که البته خیلی هاشون خارجی هستن رو ندیده بوده. چیزی که میشه از اون میزان اطلاعات یه فسیل متحرک رو از وضعیت کشور برداشت کرد. کسی که با همین اطلاعات قراره برای حکومت فاسد جمهوری اسلامی تصمیم گیری کنه. البته من به شخصه از رد صلاحیت احمدی نژاد خیلی خوشحالم. تایید صلاحیت احمدی نژاد برای من فقط یک معنا داشت. اثبات همدست بودنش با خامنه ای و به قول معروف سوپاپ اطمینان بودنش برای روزهای مبادا. اما لحظاتی قبل سخنگوی شورای نگهبان تاریخ دقیق اعلام نظر نهایی شورای نگهبان رو هم اعلام کرد. همینطوری که اشاره فرمودید خب مهلت 5 روزه اولیه شورای نگهبان برای بررسی صلاحیت داوطلبان 14 دوره انتخابات ریاست جمهوری امروز به پایان میرسه. خدمت شما مردم عزیزمون باید عرض بکنم که جلسات به صورت فشرده و پی در پی ادامه داره و برابر قانون ما از مهلت 5 روزه دوم هم امکان استفاده داریم که تصورم این هست که بخشی از اون مهلت 5 روزه دوم رو هم به خاطر اینکه تعداد افرادی که ثبت نام کردن و حجم پرونده ها باید استفاده بکنیم، تمام تلاشمون این هست که در اسرع وقت بالاخره جمع‌بندی های لازم رو داشته باشیم و در زمان کوتاهی انشالله جمع‌بندی لازم رو داشته باشیم و نتیجه رو به ملت شریف ایران انشالله اعلام بکنیم. انشالله. بفرمایید تا این ساعت از 5 روز پرونده چند داوطلب انتخابات ریاست جمهوری بررسی شده؟ ببینید پرونده افراد تک به تک در بالاخره صحن شورا مطرح میشه و نکاتی که وجود داره، استعلامی که نسبت افراد صورت میگیره، نظراتی که اعضای محترم دارن خب بیان میشه. ممکنه یه پرونده نیاز به بررسی بیشتر داشته باشه، نیاز به پیگیری‌های بیشتری داشته باشه. در نهایت عرض میکنم ما در انتهای فرایند به هر زمانی که بالاخره بیانجامد نتیجه نهایی رو انشالله به وزارت کشور اعلام میکنیم. بذارید بفرمایید تا اعلام نتیجه نهایی بنده نسبت به هیچ موردی اظهار نظر نکنم و نتیجه به صورت یک جا انشالله خدمت مردم عزیزمون اعلام بشه. اما جبهه اصلاحات بعد از و البته خوشحال از مرگ ابراهیم رئیسی با تمام توان آماده بازگشت به قدرته. جبهه‌ای که البته با شعار اصلاح طلب اصولگرا دیگه تمام ماجرا، از میلیون‌ها ایرانی در خیابان‌ها در جنبش مهسا امینی به خوبی می‌دونه که تاریخ مصرفش به پایان رسیده و دیگه قرار نیست فریب شعارهای قشنگ اونها رو بخوری. آذر منصوری رئیس تشکل جبهه اصلاحات در حالی که حاضر نشد به ابراهیم رئیسی بگه شهید، از دولت او انتقاد کرد. خب من لازم می‌بینم که مجدداً ابراز تأسف خودم رو از حادثه سقوط بالگرد آقای رئیسی و همراهانشون اعلام بکنم و اینکه ما منتقد عملکرد دولت هستیم و حتما در ادامه هم خواهیم بود، نافی این نیست که دیدگاه‌های انسانی رو کنار بگذاریم و به خصوص با توجه به موقعیت و جایگاه رئیس جمهور ابراز تأسف خودمون رو نسبت به این مسئله ابراز نکنیم. انتقاد ما سر جای خودش هست و در جای خودش هم اتفاقا نقد دقیق و عالمانه نسبت به عملکرد 3 ساله دولت آقای رئیسی. آذر منصوری رسما اعلام کرد که جبهه اصلاحات فقط با 1 کاندید و با تمام توان به شورای نگهبان و انتخابات ریاست جمهوری حمله خواهد کرد.
اعلام کردیم در راهبرد جبهه اصلاحات زیر بار کاندیدای نیابتی نخواهیم رفت. جریان اصلاحات باید کاندیدای و نامزد خودش رو داشته باشه، نامزدی که خود تشکیلات جمعی اصلاح طلبان به اون برسه، فارغ از کیفیت و ظرفیتی که کاندیداهای ما دارن. این شورای نگهبان نیست که برای جریان اصلاحات و جبهه اصلاحات بخواد نامزد مشخص بکنه. یک جریان سیاسی که میخواد حضور فعال در انتخابات داشته باشه، با جامعه حرف بزنه، رأی اونها رو جلب بکنه، باید خودش این امکان رو داشته باشه که کاندیداهای خودش رو معرفی بکنه و در پایان هم اگر شانسی برای حضور داشت بعد از 4 سال عمل کرده نامزد راهیافته به نهاد انتخابی پاسخ